سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده در بیانیه ای انفجارهای اخیر در شهر مکه مکرمه را محکوم و این اعمال ننگین را بیانگر تفکر کورکورانه تروریسم دانست. در بیانیه این سازمان که نسخه از آن برای خبرگزاری شیویوز ارسال شده آمده است، انفجارهای اخیر در شهر مکه مکرمه که در آن خانه خدا کعبه قرار دارد گویای آن است که گروه های تروریستی برای رسیدن به اهداف شوم خود به هر کاری دست میزنند و برای آنها مهم نیست که این اعمال در کجا و در چه مکانی انجام شود این بیانی افزود این افراد گمراه در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان تصمیم داشتند یکی از مقدسترین مکانها نزد میلیون ها مسلمان در جهان یعنی بیت الله الحرام را هدف حملات تروریستی خود قرار دهند که این امر مایه تأسف است سازمان جهانی نفع خشونت در ادامه بیانیه خود ضمن اشاره به جنایت متعدد سنی هایتون رو در بخاک و خون کشیدن مردم غیر نظامی در مساجد کلیساها و حسینی های سراسر جهان تأکید کرد به دلیل نبودن صدی محکم در مقابل این جنایت های ترویسی شاهد آن هستیم که گروه های تکفیری این بار شهر مکه مکرمه را با قباحت تمام هدف قرار دادند سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود از کشورهای عربی و اسلامی و جامعه بین الملل خواست تا با اتحاد و همدلی با تروریسم که هیچ حد و مرزی نمی شناسد مقابله کنند و منابع فکری و حامیان مالی آنها خصوصا برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را ریشکن کنند.